برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. با آغاز فصل سرما و نیاز مبرم کودکان نیازمند به لباس گرم، مؤسسه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق شیرازی دام از الله در شهر مقدس کربلا در روز 23 جمادی‌الاولی سال جاری اقدام به اهدای لباس زمستانی به کودکان نیازمند کرد. این اقدام در عمل به رهنمودها و توصیه‌های مرجعیت شیعه مبنی بر رسیدگی به امور نیازمندان و با همکاری مجتمع حضرت رقیه سلام الله علیها انجام شد و طی آن ده‌ها کودک نیازمند و یتیم از لباس گرم برخوردار شدند. منابع محلی اعلام کردند که دبیرستان هیلکرس در آمریکا برای اولین بار یک کافتریا در این مدرسه دایر کرده و در آن غذای حلال هم سرو می کند. گفتنی است مدرسه هیلکرس در شهر کوینز در نزدیکی نیویورک در آمریکا قرار دارد و راه اندازی این کافتریا موجب خوشحالی بسیار زیاد دانش آموزان شده، زیرا آنها در زنگ تفریح ها به جای تلف کردن وقت خود در آن می نشینند و با هم گفتگو می کنند. روزا اوتونبایوار رئیس دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما طی سخنرانی در نشستی که در شورای امنیت این سازمان با محوریت افغانستان برگزار شد گفت دولت موقت طالبان گفتگوی بین الافغانی برای تشکیل یک دولت فراگیر را نمیپذیرد. وی ضمن ابراز نگرانی از فعالیت‌های اخیر گروه‌های تروریستی داعش در افغانستان گفت طالبان کنترل خاک افغانستان را در دست دارد، اما نمیتواند بر گروه‌های تروریستی که در این کشور فعالیت دارند غلبه کند. سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی جهان اسلام آیسیسکو در نظر دارد صندوقی را برای حمایت از نخبگان و شخصیت‌های مستعد جهان اسلام ایجاد کند. به گزارش اسپوتنیک، این موضوع در نشست اخیر وزرای کشورهای عضو این سازمان که در شهر رباط پایتخت مراکش برگزار گردید اعلام شد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز دوشنبه گذشته در یک کنفرانس خبری که به مناسبت پایان سال جاری میلادی برگزار شد از سنی‌های تندروی طالبان افغانستان خواست تا همه گروه‌های قومی را در دولت بگنجانند و حقوق دختران را برای تحصیل در همه سطوح و حقوق زنان برای کار را احیا کنند و تمامی فعالیت‌های تروریستی را در قلمرو خود متوقف کنند. او همچنین توصیه‌هایی به مدیران پلتفرم‌های رسانه‌ای اجتماعی از جمله توییتر داشت و گفت شما موظفید که آزادی مطبوعات را حفظ کنید و در عین حال اطمینان حاصل کنید که سخنان نفرت انگیز و دیدگاه‌های افراطی از جمله نئونازی‌ها و برتری طلبان سفیدپوست به پلتفرم‌های شما راه پیدا نکنند. خبرگزاری رویترز گزارش داد روز گذشته چهارشنبه در پی بارش‌های سیل‌آسا در برخی مناطق کشور مالزی ده‌ها هزار شهروند این کشور از خانه و کاشانه خود آواره شدند. این گزارش افزود آمار دقیقی از تعداد افراد آواره شده در دست نیست، اما تخمین زده می‌شود که تا به این لحظه 72 هزار نفر مجبور به ترک خانه‌های خود شدند و صدها هزار متر مربع از زمین‌های کشاورزی به دلیل این باران‌های سیل‌آسا آسیب دیدند.